بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. احداث کشتارگاه بهداشتی و کارخانه یخسازی و اسکان هزاران زائر توسط مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی. پخش ویژه برنامه پلتفرم اربعین. بیست هزار زائر افغانستانی اربعین بلا تکلیف برای ورود به ایران. و افزایش تنش میان آذربایجان و ارمنستان. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام به شما حسینیان، وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبارشی از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی همواره بر خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام تاکید کردند. بر همین اساس مرکز روابط عمومی دفتر معظم الله در شهر مقدس کربلا در راستای عمل به توصیه های مرجعیت خدمات مختلفی را هر سال در ایام اربعین حسینی به زائران ارائه می دهد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا در راستای تسهیل در برگزاری زیارت میلیونی اربعین مقدس حسینی اقدام به احداث کشتارگاه بهداشتی کرد. این کشتارگاه با استقرار در میدان مرکزی شهر مقدس کربلا در ایام اربعین مقدس حسینی 1445 در خدمت موکبداران گرامی است و به آنان به صورت رایگان خدمات ارائه می دهد. این کشتارگاه بهداشتی در چارچوب پروژه بزرگ حسینی توسط مرکز روابط عمومی دفتر معظم الله برای خدمت در ایام اربعین حسینی سال جاری احداث شده و از ابتدای ماه صفرالاحزان تا پایان این ماه به فعالیت خود ادامه می دهد. مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی همچنین در راستای اجرای پروژه بزرگ حسینی یک کارخانه یخسازی با سه خط تولید راه اندازی کرد. این کارخانه به منظور پشتیبانی از حیات و مواکب خدمت رسان به زائران اربعین حسینی 1445 احداث شده که روزانه بیش از 7500 قالب یخ بهداشتی تولید می‌کند. پروژه بزرگ حسینی از جمله پروژه‌هایی است که توسط مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت هر ساله به منظور پشتیبانی از حیات و مواکب خدمت رسان به زائران حسینی و تأمین مایحتاج آنان به اجرا در می‌آید. این پروژه نیز در عمل به رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر تسهیل در برگزاری زیارت میلیونی اربعین حسینی هر ساله توسط این مرکز به اجرا در می آید. از سوی دیگر قابل ذکر است که اسکان زائر فعالیت دیگری است که هر ساله توسط مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی ضمن پروژه بزرگ حسینی در کربلای معلا در ایام اربعین حسینی به اجرا در می آید. این مرکز طی 20 سال گذشته همواره در ایام زیارت‌های مخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با رایزنی با مسئولان مدارس، حسینیه‌ها، مساجد و چندین مرکز و سازمان دیگر به تجهیز این نهادها و اسکان زائران می‌پردازد. در سال جاری نیز مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت طی اجرای پروژه بزرگ حسینی با تجهیز 10 مدرسه و چندین مرکز دیگر به اسکان و اطعام 10,000 زائر در ایام زیارت مقدس اربعین حسینی پرداخته است. پروژه بزرگ حسینی از جمله پروژه‌هایی است که در عمل به توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی توسط مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت
هر ساله به منظور پشتیبانی از حیات و مواکب خدمت رسان به زائران حسینی و تأمین مایحتاج آنان به اجرا در می آید. علی اکبری، اخبار شیعه. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا از پخش ویژه برنامه پلتفرم اربعین در ایام اربعین 1445 خبر داد. این ویژه برنامه برای هفتمین سال متوالی توسط مؤسسه مصباح حسین علیه السلام با همکاری دفتر مرجعیت و شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در این ایام روی آنتن می رود. در این برنامه ده‌ها تن از شاعران زن و مرد از نقاط مختلف کشور عراق و برخی از کشورهای دیگر حضور می‌یابند و اشعار خود را در رسای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت در قالب شعر فصیح و محلی قرائت می‌کنند. احمد مازی مسئول بخش رسانه در مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام و مجری برنامه پلتفرم اربعین در این خصوص بیان کرد که از روز اول اجرای این برنامه تعامل مثبت شاعران زن و مرد با این برنامه از تمامی استانهای عراق آغاز شده است و علاوه بر آن جمع کثیری از شاعران عرب در تعدادی از کشورهای عربی و غیر عربی با این پلتفرم ارتباط برقرار کردند. 20,000 زائر افغانستانی زیارت اربعین که ویزای آنها از سوی کنسولگری عراق در مشهد صادر شده جهت ورود به ایران در بلا تکلیفی به سر میبرند. محمد کبیر طاهری تیموریان رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری اخبار شیعه گفت بر اساس توافق صورت گرفته میان سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با محمد نبی بها سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان مجوز اعزام 50,000 زائر افغانستانی برای زیارت اربعین سال جاری صادر گردیده بود. وی در ادامه اظهار داشت تا کنون ویزای 25,000 زائر افغانستانی از سوی کنسولگری عراق در مشهد صادر شده که با مساعدت آقای قدرتی سرکنسول سفارت ایران در افغانستان تا کنون تنها برای 5,000 نفر از این تعداد ویزای دوبار ورود به ایران صادر گردیده است. رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از بلا تکلیف ماندن 20,000 زائر افغانستانی که ویزای دوبار ورود آنان به ایران صادر نشده ابراز نگرانی نمود و اظهار داشت عدم صدور ویزا برای این تعداد از زائران اربعین در حالی اتفاق افتاده که سهمیه اعزام زائران افغانستانی با توافق صورت گرفته با مقام‌های زیربط برای زیارت اربعین 50,000 نفر اعلام شده بود، اما تا کنون عملاً فقط 5,000 نفر امکان این سفر را پیدا کردند. طاهری تیموریان از مقام‌های ایرانی خواست به توافق خود عمل نمایند و نسبت به صدور ویزای دوبار ورود به ایران برای 20,000 زائر بلا تکلیف مانده افغانستانی که ویزای رایگان عراق برای آنان صادر شده است اقدام نمایند و علاوه بر آن نسبت به 25,000 زائری که در آینده نزدیک برای آنان درخواست ویزا خواهد شد مساعدت لازم را مبذول دارند. آقای علی ظفر صفدری عضو شورای عالی نظارت اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل با ما همراه هستند. آقای صفدری سلام عرض ادب. خدمت شما و تمام شنونده ها و بیننده های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بزرگواری. جناب آقای صفدری، دلیل بلا تکلیفی زائران افغانستانی چیست و مشکل دقیقا از کجاست بفرمایید؟ خدمت شما عرض کنیم که متاسفانه افغانستان همساله در قسمت صدور ویزا عراق هم مشکل داره، صدور ویزای ایران هم مشکل داره، چون کنسولگری یا سفارت عراق در افغانستان وجود نداره. زائرین افغانی یا آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های زیارتی افغانستان ویزای عراق را از مشهد مقدس تهیه می‌کنند، کشور جمهوری اسلامی ایران. اما امسال طبق اعلانی که کشور عراق کردند، ویزای رایگان دریافت کردند، اما کشور ایران هم
ویزای خود را رایگان اعلان کردند. 50,000 زوار را وعده دادند برای اتحادیه های شرکت های سیاحتی و زیارتی افغانستان و ریاست افغان تور اطلاعات فرهنگ افغانستان، که متاسفانه امروز حدودا تا حال 5,000 یا 6,000 بیشتر ویزا را صادر نکردند. اما متاسفانه امروز صدور ویزا را متوقف کردند، دلیلش هیچ مشخص نیستند، بدون هیچ دلیلی. و کنسولگری ایران در کابل هم پاسخگو نیست. ما چندین بار تماس مکرر که داشتیم و اعضای اتحادیه، رئیس اتحادیه چندین بار که مراجعه کردن، و کنسول ایران در کابل حاضر به پذیرش یا صحبت کردن با اعضای اتحادیه یا شرکت های افغانستان نشدن. متاسفانه بدون هیچ دلیلی فعلا صدور ویزا متوقف است و زمانی که بر به این ماندن بسیار کم. مسیری زائرین افغانستان هم دور است، کشور ایران در بین است و هزارها کیلومتر فاصله داره از کربلای معلا، همگی به بلا تکلیفی به سر میبره در افغانستان. آقای صفدری، آیا چشم انداز مثبتی برای حل این مشکل میبینی شما؟ دقیقا بله، اگر دلسوزی وجود داشته باشه سفارت یا کنسولگری های جمهوری اسلامی به وعده ای که کرده به وعده خود وفا کنه، 100% زائرین همه ایشان به تعداد 50,000 زائر افغانستان که تخمین زده شده، همگیشان انشالله بربعین به زیارت اربعین اشتراک میکنه و کربلای معلا میرسن. با توجه به موافقت با اعزام 50,000 زائر افغانستانی، آیا امکان حضور این تعداد در مراسم زیارت اربعین سال جاری وجود داره؟ بله، اگر ویزا با اون طبقی که وعده کردن صادر شوند، بله اینا حتماً به اربعین میرسن و به زیارات خود میرسن انشاءالله. اگه مطلبی دیگه نداریم با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشین، ممنون. تشکر میکنم از شما. علی ظفر صفدری، عضو شورای عالی نظارت اتحادیه عطبات عالیات افغانستان از کابل با ما همراه بودند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. احداث کشتارگاه بهداشتی و کارخانه یخسازی و اسکان هزاران زائر توسط مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی. پخش ویژه برنامه پلتفرم اربعین. بیست هزار زائر افغانستانی اربعین بلا تکلیف برای ورود به ایران. و در ادامه، آیت الله العظما شیرازی: انجام کار خیر موجب ساقط شدن تکلیف نسبت به پرداخت خمس و زکات نمی شود. صبح جمعه 10 شهریور 1402 درگیری مرزی بین مرزبانان آذربایجان و ارمنستان منجر به کشته و زخمی شدن 3 نظامی ارمنی و مجروح شدن 2 نظامی آذربایجانی شد. طی 2 سال پس از امضای توافقنامه آتش بس بین آذربایجان و ارمنستان در مسکو، درگیری های مکرر مرزی بین دو طرف اتفاق افتاده که هر دفعه یک سوی نزاع طرف مقابل را به نقض توافق آتش بس متهم می کند. چهارشنبه 8 شهریور یورونیوز گزارش داد که کاروان های کمک های بشر دوستانه ارسال از سوی دولت فرانسه برای منطقه قره‌باغ با ممانعت دولت آذربایجان مواجه شده است. آنی ایدالگو، شهردار پاریس، و جمعی از مقامات فرانسوی همراه این کمک ها قصد داشتند با عبور از کوریدور لاچین این کمک ها را به مردم قره‌باغ برسانند. کوریدور لاچین تنها گذرگاه زمینی کمک رسانی به منطقه قره‌باغ است که تحت کنترل دولت آذربایجان می باشد و به دلایل نامعلوم ماهاست که بسته نگه داشته شده است. شرایط زیست مردم قره‌باغ دشوار توصیف شده است. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که اگر دانش آموزان فرانسوی با لباس‌های بلند در مدرسه حاضر شوند، از درب مدرسه عبور نخواهند کرد و مقامات در اجرای این قانون جدید با سرگیری کلاس‌ها در هفته آینده سخت‌تر برخورد خواهند کرد. محدودیت جدید دولت فرانسه شامل همه انواع چادرها می باشد. وزیر آموزش و پرورش پوشیدن برخی لباس‌ها توسط دختران و پسران در دبیرستان را نقض سکولاریسم یک اصل اساسی برای فرانسه توصیف کرد. این قانون با انتقاداتی در داخل فرانسه نیز روبرو شده است. وزارت داخله بریتانیا در هفته‌های اخیر بیش از 100 کودک پناهجوی بدون سرپرست را در هتل‌ها نگهداری کرده است. دادگاه عالی این کشور در حکمی این اقدام را غیرقانونی تشخیص داده است. نهادهای حقوق بشری هم نگهداری دراز مدت آنها در هتل‌ها را محکوم کردند. این نهادها گفتند پیش از این نگهداری پناهجویان در هتل‌ها باعث شده است نزدیک به 200 کودک ناپدید شوند. دادگاه عالی بریتانیا هر دو نهاد وزارت داخله و شورای شهرستان کنترا به دلیل کوتاهی در مراقبت از کودکان مقصر شناخته شده است. در یک حادثه رانندگی در استان صلاح الدین عراق، حدود 30 زائر اربعین که بیشتر آنها ایرانی بودند کشته و زخمی شدند. اداره کل بهداشت استان صلاح الدین از کشته شدن 16 زائر و زخمی شدن 13 نفر دیگر در یک حادثه رانندگی در جاده دوجیل و سامرا خبر داد. خالد برهان، مدیر کل بهداشت صلاح الدین گفت بیمارستان‌های منطقه پذیرای مجروحان این حادثه شده و مداوا و عمل جراحی بر روی آنها در حال انجام و برای متوفیان گواهی فوت صادر شده است. نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 14 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در پاسخ به این سوال که اگر کسی اهل خیر هست و کارهای عام المنفعه بسیاری انجام می‌دهد اما اهل پرداخت خمس و زکات نیست، آیا کارهای عام المنفعه او جایگزین خمس می شود؟ فرمودند فرض کنید انسان پای کسی را می شکند، طبق احکام شرعی مدیون است و باید دیه پرداخت کند. حال اگر این شخص دیه پرداخت نکرد اما کارهای خیر انجام داد، قطعا جایگزین دین نخواهد شد. معظم الله در ادامه فرمودند کار خیر در جای خود ثواب دارد اما جایگزین دین نخواهد شد، لذا اگر خمس و زکات بر ذمه کسی باشد مدیون است و باید خمس و زکات اموال خود را بپردازد. ایشان با اشاره به آیه 27 سوره مائده که خدا فقط از افراد متقی قبول می کند فرمودند کسی که عمل واجب را انجام نمی دهد متقی نیست، لذا حتی ممکن است کار خیر چنین انسانی پذیرفته هم نشود، البته ممکن است برای او فایده هایی داشته باشد. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت ثواب عمل و قبول عمل فرمودند گاه انسان عمل خیری انجام می دهد، مثلا برای حضرت سید الشهدا علیه السلام اطعام می دهد، عمل این شخص قطعا نزد خدای متعال ماجور است و برای او ثواب در نظر گرفته می شود به خاطر زحمتی که کشیده است، اما کلمه انما که از ادات حصر است دلالت بر این دارد که خدا عمل کسی را که متقی نیست قبول نمی کند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله درست. مقتضای چیه؟ یه آیه شریفه داره، تو روایت هم داره خدا قبول نمی کنه مگر اون که برای خودش باشه. اگه برای خدا نبود قبول یه مسئله است، آثار دنیاوی اخروی یه مسئله است،
عذاب و ثواب یه مسئله است، آثار وضعی یه چیزه، عذاب و ثواب یه چیز دویمه، اینا چند تا چیزه. مروری دوباره به سرخط خبرها. احداث کشتارگاه بهداشتی و کارخانه یخسازی و اسکان هزاران زائر توسط مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی. پخش ویژه برنامه پلتفرم اربعین. بیست هزار زائر افغانستانی اربعین بلا تکلیف برای ورود به ایران. افزایش تنش میان آذربایجان و ارمنستان. و در پایان آیت الله العظمی شیرازی: انجام کار خیر موجب ساقط شدن تکلیف نسبت به پرداخت خمس و زکات نمی شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.